سرخط خبرها. دیدار سرپرست وزارت دفاع ملی با هیئت مالزیایی در کابل. محمد یعقوب مجاهد در این دیدار گفته که هیچ گروه مخرب مشمول داعش در افغانستان حضور فیزیکی ندارد. در افغانستان هیچ گروه مخرب به شمول داعش به شکل فیزیکی وجود ندارد و امارات اسلامی هم به کسی اجازه نخواهد داد تا از خاک این کشور تهدید به کشورهای منطقه ایجاد شود. 46مین سال روز کودتای هفت ثور علیه حکومت داود خان، پیامدهای این کودتا برای افغانستان چی به بار آورد؟ تاسو زړورو او غیرتمنو د وسلوال پوځ ټولو افسرانو، وړو ضابطانو او سرتیرو ته، او د منطقې او د آسیا، افریقا، اروپا او امریکا. توافق‌های جدید میان افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان. وزارت تجارت میگوید که این توافق‌ها در زمینه توسعه روابط اقتصادی انجام شده است. و افزایش اعتراض‌های محصلان آمریکایی در مورد جنگ غزه. شمار محصلانی که به خیمه‌های اعتراضی برای حمایت از فلسطینیان می‌پیوندند در حال افزایش است. سلام، خدا سلام بر شما. به خبر هشت خوش آمدید. امروز جمعه هفتم ماه ثور سال 1403 هجری شمسی است. من عبدالعزیز سخی‌زاده هستم. مشهوری خبرها. سرپرست وزارت‌های دفاع ملی و امور داخلی کشور با هیئتی از مالزیا که به کابل آمدند به گونه جداگانه در مورد روابط دو کشور دیدار و گفتگو کردند. محمد یعقوب مجاهد در دیدار با این هیئت گفته که در افغانستان هیچ گروه مخرب مشمول داعش به گونه فیزیکی وجود ندارد و امارات اسلامی اجازه نمی‌دهد تا از خاک افغانستان برای کشورهای دیگر تهدید ایجاد شود. از سوی هم وزارت امور داخله با نشر خبرنامه در مورد دیدار سراج الدین حقانی با هیئت مالزیایی گفته که این هیئت وعده سپرده که مالزیا در بخش‌های امنیت سایبری و جرایم دیجیتالی با جانب افغانستان همکاری خواهد کرد. دیدار سرپرست وزارت دفاع ملی با هیئت مالزیایی در کابل. این هیئت که متشکل از نمایندگان وزارت‌های داخله، دفاع و مشاوران دفتر صدر اعظم مالزیا است، به تازگی برای دیدار با مقام‌های امارت اسلامی به کابل آمده است. وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه می گوید که محمد یعقوب مجاهد در دیدار با این هیئت گفته است که هیچ گروه مخرب مشمول داعش در افغانستان به گونه فیزیکی وجود ندارد و امارت اسلامی اجازه نمی دهد تا از خاک افغانستان برای کشورهای دیگر تهدید ایجاد شود. سرپرست وزارت دفاع ملی همچنان بر تقویت روابط و گسترش تعاملات میان کابل و کوالالامپور در عرصه های گوناگون نیز تاکید کرده است. در افغانستان هیچ گروه مخرب به شمول داعش به شکل فیزیکی وجود ندارد و امارات اسلامی هم به کسی اجازه نخواهد داد تا از خاک این کشور تهدید به کشورهای منطقه ایجاد شود. در این دیدار آقای مجاهد از برخورد نیک مردم و حکومت مالزیا با مهاجرین افغان در آن کشور و روابط دیرینه آن با افغانستان نیز یادآوری کرد. دی دولت دی هر چارواکی لیدکاته لبهرانیانو سره خپل مؤثریت لري. مشروط پر دی چې دولت خپل مشروعیت ولري، د پلان اړتیا او پروګرام له مخې ترسره شي په خواشنۍ سره. دا یو هم څنګه چې باید وي شتون نه لري، ځکه نه تیرو لیدوکاتو خپل مؤثریت درلود او نه به یې راتلونکي ولري. همزمان با این سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در دیدار جداگانه با این هیئت مالزیایی گفته است که امارت اسلامی علاقمند گسترش روابط و تعامل با تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی است. آقای حقانی افزوده که مالزیا یک کشور پیشرفته است و افغانستان باید از تجارب این کشور استفاده کند. از سوی هم این هیئت وعده سپرده است که مالزیا در بخش‌های امنیت سایبری و جرایم دیجیتالی با جانب افغانستان همکاری خواهد کرد. که
گفتند که ما هم خواهان تعامل حسنه و همه جانبه در سایه مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، به خصوص امنیت سایبری و جرایم دیجیتال و همچنان مبارزه با مواد مخدر ما تجارب خوبی داریم و تعهد می‌سپاریم که در همه عرصه ها تجارب شما را خیش را با شما شریک کنیم و همکار باشیم. تروریسم و موجودیت گروه های تروریستی واقعیت منطقی هستند که افغانستان و منطقه را به تهدیدات مواجه می سازند. بنابراین به همکاری منطقی و جهانی نیازمندی دیده می شود تا افغانستان و منطقه به ثبات دائمی توفیق یابد. در یک ماه اخیر این دومین هیئت مالزی است که به افغانستان سفر می کند. پیش از این نماینده ویژه صدر اعظم مالزی برای افغانستان در رأس هیئت بین الوزارتی با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء دیدار و تاکید کرد که کوالالامپور خواستار گسترش روابط با کابل است. امروز هفتم ماه ثور برابر است با 46مین سال روز کودتا در برابر اقتدار سردار محمد داوود نخستین رئیس جمهور افغانستان. 46 سال پیش از امروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان تحت حمایت شوروی سابق بر علیه حکومت سردار محمد داوود کودتایی را راه اندازی کرد که در نتیجه آن سردار محمد داوود با همه اعضای فامیلش در ارگ ریاست جمهوری کشته شد و نور محمد ترکی رهبر حزب دموکراتیک خلق به قدرت رسید. اینکه چه باعث شد کودتای هفت‌ثور اتفاق بیفتد و چه پیامدهایی برای افغانستان داشت در این گزارش به بررسی گرفته شد. هفت‌ثور سال 1357، پایان حکومت و اقتدارگرایی سردار محمد داوود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان. 46 سال پیش از امروز حزب دموکرات خلق افغانستان بر رهبری نور محمد ترکی بر علیه حکومت سردار محمد داوود کودتا کرد و عصر روز هفتم ثور سال 1357 پیروزی این حزب از طریق رادیوی ملی افغانستان اعلام گردید. در این کودتا محمد داوود خان با همه اعضای فامیلش در ارگ ریاست جمهوری کشته شدند و نور محمد ترکی عملاً اعلام حکومت کرد. گران وطنوالو، یاورو با شامت و سوالو فوزیانو، تاسو طول وطنوالو او طول پرسنو بلو سرونتا او تاسو زلورو او غیرتمنو دو سوال فوز طول افسرانو ولو زابطانو او سرفیروتا او دی منطقه او دی آسیا، افریقا، اروپا او امریکا طول زیارستون کورونتا د ثور د ستر پرتمین انقلاب د ورید لومړی کالج په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایه. سردار محمد داوود بنیانگذار نظام جمهوری و نخستین رئیس جمهور افغانستان بود که در سال 1973 میلادی با راه اندازی یک کودتا پس از سقوط نظام شاهی افغانستان بر رهبری محمد ظاهر شاه به قدرت رسید و 5 سال رهبری حکومت را به عهده داشت. کودتا آغاز شد، بالاخره در نتیجه ایشان خانواده سردار داوود خان شهید به کلی از بین رفت. متاسفانه که یک روز غم‌انگیز بود در تاریخ افغانستان. علل و علتشان خو از حد زیاد است، منتها در او وقت هم بر قدرت های جهان آماده جنگ های نیابتی یعنی سرد بودند در کشورها. هرچند حزب دموکرات خلق افغانستان اعلام کرد که کودتا علیه حکومت داوود به هدف بهبود وضعیت افغانستان در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است، اما برخی ها این کودتا را آغازگر همه بدبختی ها در افغانستان می دانند. بر اساس واقعیت های عینی جامعه روزی که اجیران بلوک شرق و پکت وارسا خواستند افغانستان عزیز و مهد تمدن و علم و جهاد و دیانت را در سیطره قمرهای استعماری پکت وارسا قرار بدن. نور محمد ترکی که پس از کودتای هفتم ثور رهبری حکومت را بر عهده داشت، دیر زمان به قدرت نماند و توسط همحزبی و عضو حکومتش حفیظ الله امین در 25 سنبله سال 1358 به روایت با 30 نفر از اعضای خانواده و نزدیکانش کشته شد و حفیظ الله امین قدرت را به دست گرفت.
اداره ملی اترا از شرکت های مخابراتی میخواهد تا سیم کارت های آنیده مشترکینی که تا هنوز ثبت راجستر نشده را تا 6 ماه آینده به گونه دقیق ثبت راجستر نمایند. در همین حال مسئولان شرکت مخابراتی افغان بیسیم میگویند که برای ثبت راجستر سیم کارت های مشترکین این شرکت تسهیلات بیشتر را ایجاد کردند و در 22 ناحیه شهر کابل تیم های سیار را ایجاد کردند. بدنبال جبری شدن ثبت و راجستر نمودن سیم کارت ها در کشور، اداره ملی اترا از تمامی شرکت های مخابراتی میخواهد تا آن در مشترکینی که سیم کارت هایشان ثبت و راجستر نشده است در 6 ماه آینده آن را ثبت و راجستر نمایند. مثلاً این شرکت همچنان از شرکت های مخابراتی تقاضا میکند تا به منظور سهولت های بیشتر تیم های سیار را برای ثبت و راجستر نمودن سیم کارت های مشترکینشان ایجاد کنند. نو د ډیره پارا د چې د مخابراتي شرکتونو نمائندګي نه لري کمی دي او یو ډول ته ستونزې ایجاد شوه. نو د پاساس باندې د بیا ځلې د سیم کارتونو د ثبت راجستریشن د پارا د اترې د لري خوانه یو میکانیزم جوړ شو. دې میکانیزم پاساس باندې ټول مخابراتي مشترکین شرکتونه مکلف شله تر څو دوی د مشترکینو ته د سہولت د پارا سیار ټیمونه جوړ کړي او دغه سیار ټیمونه وشو کولای چې خاورونو کې پلر پروتو سیمو کې او په هغه سیمو کې چې هلته د مخابراتي شرکتونو نمائندګي نه نوي دوی ورشي اولته د خلکو سیم کارتونه ثبت راجستر کړي. در همین حال مسئولان شرکت مخابراتی افغان بیسیم میگویند که برای ثبت و راجستر سیم کارت های مشترکین این شرکت تسهیلات بیشتری را ایجاد کردند و در 22 ناحیه شهر کابل تیم های سیار را ایجاد نمودند. بعضی د موګه پیرودون کې دغه شاید دغه سوال ورسره وي چې کدلای شي په رسمي نمائندګي کې یو خاص ویژگی یا متفاوت میکانیزم وي چې هغه داسې نه دی. کوم د موږ سیار ټیمونه چې په مختلفو نواحي یا د ښار په مختلفو نقطو کې دي هغه په عین میکانیزم او په عین مشخصاتو په عین سیستم باندې ثبت او راجستر کوي. دا هم د دې خاطره ایجاد کړي دي ځکه زموږ په نمایندګیو باندې بیروبار زیات و. نو له دې کبله مو غوښتل چې سیار ټیمونه ایجاد کړو ساحای دوردست و به ولسوالیا تیمای سیار ما را از طریق موتر روان میکنیم و قبل از او از طریق سوشل میدیای و از طریق صفحات رسمی شرکت برشان اطلاع میتیم که در اینی تاریخ ها ما در فلانه ولسوالی در فلانه ولایت ما و تیمای ما حضور پیدا میکنن. مشترکین محترم ما میتونن ازشان دیدن کنن و سیم کارت خود به شکل رایگان راجستر کنن و به قید قره برنده جوایز ما هم شون. از سوی هم شماره از شهروندانی که سیم کارت های خود را توسط تیم های سیار شرکت مخابراتی افغان بی سیم ثبت و راجستر نمودند از این سهولت ایجاد شده ابراز خرسندی می کنند. این بسیار سهولت خوب است. تانستیم که در مدت 5 الی 6 دقیقه سیم کارت ما را راجستر کنیم بدون بیروبار و بدون کدام مشکل و تکلیف. والا نمی سوالات نمی سه که حالی اونجا رفتم سیم کارت اتصالات اونجا راجستر میکردم اونجا دیدم بسیار بیروبار زیاد بود. امی تو تیر میشم دیدم که نمی سوالات شما نمی پرسنل شما اینجا بود. از امو خاطر که آمدم بسیار با آسانی بسیار با خوب طریقه برای ما چی را چی کرد سیم کارت راجستر کرد. بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در حال حاضر 23 میلیون سیم کارت فعالند که از این میان 6 میلیون آن دوباره ثبت و راجستر شده و در 2 ماه پس این دست کم 1.8 میلیون مجدداً ثبت شده است. سنگ تهداب یک شهرک برای 500 کودک یتیم توسط یک بنیاد خیری قطری در هلمند گذاشته شد. سرپرست وزارت شهرک سازی، شهرسازی و مسکن در مراسم افتتاح این شهرک گفته که تمامی امکانات زندگی در این شهرک به صورت مدرن ساخته می شود و می افزاید که نزدیک به 3 میلیون تن در افغانستان برای زندگی کردن مسکن خانه ندارند و امارات اسلامی متعهد است که برای آنها محل زندگی را فراهم کند. مراسم افتتاح یک شهرک برای 500 کودک یتیم در ولایت هلمند از سوی یک بنیاد خیری قطری. در این مراسم سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن میگوید که تمامی امکانات زندگی در این شهرک به صورت مدرن ساخته می شود. الغرافین لرنه دی اوګی کومرسو کومک باندې د قندهار په مرکز کې موږ پندوس کورونه اولنۍ پلان موږ تطبیق او هغه ګټه اخیستنې ته چمتو شو. دریم موږ د فراه په ولایت کې موږ په دانیزې راتلونکي کې موږ بل لوی پلان لرو چې هلته به هم په عین شکل باندې یو شهرک جوړیږي او کېږي به. برخی از مقام های دیگر امارت اسلامی که نیز در این مراسم اشتراک کردند میگویند که علاقه مندی بنیادهای خیریه برای انجام کارهای نیک در افغانستان افزایش یافته است
و آنان آماده هر نوع همکاری با این نهادها اند. خلب یواکی درش په افغانستان کې کار وکړي دغه خیریه کارونه نه چې د اسان باندې گزاري واخ جو جدا بخښلي اما خیریه کارونه په هم دغه غواړي او خلک مو سم ته فکر لري چې موږ زمينه برابر کوړو او چې درڅو د پاره موږ دغه اړو خلکو او دغه شزدي د پاره چې موږ ته احتیاجی په کې موږ سره کوم وخت وکړای شي. از سوی باشندگان محل از این که برای یتیم ها شهرک ساخته می شود ابراز خرسندی می کنند. موږ ډیر خوشاله یو چې حکومت د پروژه په لاره چولې ده چې په هلمند کې یو شهرک د یتیمان لپاره جوړې د حکومت څخه موږ نور هم غوښتنه کوو چې نور داسې پروژه هم د هلمند لپاره تامین کړي. په تیرو جګړو کې په هلمند کې په سلهاوو په زرهاوو یتیمان پاتې سوې کونډې پاتې سوې. در این شهرک علاوه بر 500 خانه مسکونی مسجد، مکتب برای دختران و پسران، کلینیک، کتابخانه و پارک تفریحی نیز در نظر گرفته شده است. پوشندگان ولایت سمنگان با ابراز نگرانی از وضعیت بناهای تاریخی و ساحات باستانی این ولایت خواستار حفظ و مراقبت از آن هستند. پوشندگان سمنگان میگویند که برخی از بناهای تاریخی این ولایت با خطر فروریزی روبرو است و حکومت باید طرح مرمت کاری و ترمیم آن را روی دست گیرند. از سوی دیگر مقام های محلی از تلاش ها برای تأمین امنیت در مناطق تفریحی و بازسازی ساحات باستانی خبر می دهند. ولایت باستانی و تاریخی سمنگان در شمال کشور، ولایتی که موجودیت استوپ سنگی یا تخت رستم که بیانگر تاریخ کهن است، بر شهرت این ولایت افزوده است. تخت رستم، دره زندان، باغ جهان‌نما، تخت ظاهرشاه و غیره از ساحات باستانی و آبدات تاریخی ولایت سمنگان است که سبب شده تا این ولایت یکی از مقصدهای مهم گردشگران داخلی و خارجی شود. پارسال گردشگرای داخلی ما 8754 نفر داشتیم، خارجی 478 نفر خارجی داشتیم. امسال نسبتا ما فال نیک می‌گیریم، چون امنیت هر ساله همه ساله و روزی که امارت اسلامی آمده بسیار امنیت تامین است، امسال شاید از او بیشتر زیاد هم شود. اما آنچه که سبب نگرانی گردشگران داخلی و خارجی و ساکنان این ولایت شده، وضعیت برخی از آبده های تاریخی سمنگان است که به گفته آنان به خطر فروریزی روبرو است. آنان از حکومت خواستار ترمیم و مرمتکارین آبده ها هستند. دنیا یا کشورهای دیگه بسیار کوشش میکنه که آبداتی که از بین رفته دوباره ترمیم کنن، جور کنن، اما متاسفانه که در اینجا کمتر در این موضوع توجه میشه. شما اگر ببینید خود مغاره هایی که در اینجا هست یا سوم هایی که هسته، هر روز معلوم دار است که از بین میره، خرابتر میشه، وضع بهتر ندارد. بنابراین خوب است یک دولت در قسمت توجه بکنه. در همین حال مقام های محلی از تلاش ها برای تامین امنیت در مناطق تفریحی و بازسازی ساحات باستانی خبر می دهند. با سمنگان ولایت که باستانی جوینه، تاریخی جوینه، تقریبا تعداد نوی جوی ترسیگی چی پا سمنگان ولایت کی دی. منگا دغ ساحونا کاملا حفاظت کرده ده. او نور به حفاظت کو. امنیت در ولایت سمنگان به شمول ولسوالی های هفتگانه به گونه کامل تامین است. نیروهای امنیتی شب و روز به خاطر تامین امنیت مردم و آرامش این ملت تلاش می نمایند. به مردم با عزت و متدین ولایت سمنگان و سایر ولایت های افغانستان و گردشگرانی که خارج از ولایت خواهانی هستند که در این فصل بهار در ولایت سمنگان سفر بکنند، برایشان وعده و اطمینان می دهیم که الحمدلله امنیت در تمام نقاط ولایت سمنگان تأمین است. هرچند سمنگان از نظر جغرافیایی از ولایت های کوچک در شمال است، اما دارای 90 محوطه باستانی در 7 ولسوالی از جمله شهر ایبک است که سالانه میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی می باشد. یک نهاد خصوصی در هرات برنامه ارتقای ظرفیت را برای کارمندان ادارات دولتی این ولایت راه اندازی کرده است. در این سمینار آموزشی بیش از 60 تن شرکت کردند که طی مدت 3 ماه سیستم های نوین اداری برای آنها تدریس می شود. مسئولان برگزاری این برنامه می گویند که هدف اصلی آنها آموزش اساسات کامپیوتر و موارد مهم اداری است تا کارمندان بتوانند در بخش های مختلف اداره های دولتی بهتر به مردم پاسخگو باشند. مسئولان محلی در هرات میگویند که کارمندان اداره های دولتی نیازمند چنین برنامه هایی هستند. دوره های آموزشی کوتاه مدت که میتواند ظرفیت و توانایی کارمندان ادارات دولتی را بلند ببرد.
یک نهاد خصوصی در هرات این برنامه را راه اندازی کرده است. مسئولان این نهاد میگویند هدف آنها آموزش سیستم های نوین اداری به ویژه برنامه های کامپیوتری برای کارمندان ادارات دولتی می باشد تا بتوانند خدمات بهتر به مردم ارائه کنند. خوشبختانه که ما در سال گذشته اولین دوره برگزار کردیم به تعداد 60 تن از کارمندان ادارات مختلف دولتی در این کورس 3 ماهه آموزش اساسات ویندوز، ورد، اکسل و پاورپوینت کامپیوتر شرکت کردند و خوشبختانه که موفقانه این کورس به پایان رساندند. خب دیدیم که نیاز بیشتر هست. باز هم به همکاری ریاست محترم منابع بشری مقام ولایت هرات بران شدیم تا دوره دوم برگزار بکنیم. این دومین دوره برنامه های ارتقای ظرفیت است که برای کارمندان ادارات مختلف دولتی در هرات برگزار می شود. تا حالا بیش از 100 تن در این سمینارها شرکت کردند. مقام های محلی هرات می گویند برگزاری چنین برنامه های نیاز اساسی است. اکثریت کارمندان ادارات دولتی با سیستم نوین اداری آشنایی ندارند. ارتیا و ضرورت دیده ایچی مشکل پرسونل و کارمندان و روز و مسلکی زدکری ورکرو دانن چه دا پروگرام و دا اتیپی بنسر دلوری چه دری میشتی مخ که روزن ورکوال سی و کارمندان و تاوس بیا بل ابتتا و دا واقعا شای اقدام دای دا هرات محلی داره کوشش که دی د پاره چې نورم دی پروګرامات پراختیا ورکی. شماره از شرکت کننده ها نسبت به برگزاری برنامه های ارتقای ظرفیت خرسند هستند. آنها میگن نیاز است تا تمام کارمندان ادارات دولتی با سیستم های جدید اداری آشنایی داشته باشند تا بتوانند به مردم بهتر پاسخگویی کنند. به این مسئله به وجود بازی خواهد شد تا یک نظم اداری در مدیریت و رهبری به وجود بیاید و اسناد به صورت دیتابیس در کامپیوترها فایل بندی بشه، جور بشه و خدمات و ارائه خدمات به تمام مراجعین و با وجود سرعت ببخشد. کورس آموزشی برای کارمندهای ادارات دولتی و اداره ترانسپورت ما خیلی خوشحالیم از اینکه برگزار کردن و همچنین کارهای آموزشی برگزار میکنن انشاءالله. در حال حاضر اکثریت کارمندان ادارات دولتی نیازمند برنامه های ارتقای ظرفیت هستند. خیلی ها با سیستم جدید اداری آشنایی ندارند. یک جوان در ولایت تخار برای تزاران متعلم مکتب در 4 ولسوالی این ولایت مواد درسی مشمول کتاب، قلم، تخته و فرش کمک کرده است. این جوان هدف از این کار را دستگیری کودکان یتیم و بی‌بضاعت و تشویق آنان برای رفتن به مکتب بیان می‌کند و می‌افزاید که بسیاری از شاگردان به دلیل نداشتن مواد درسی به مکتب نمی‌روند. معلمان و اولیای شاگردان اقدام این جوان را می‌ستایند و دلیل غیرحاضری شاگردان را محرومیت‌ها و مشکلات اقتصادی بیان می‌کند. غیرحاضری شاگردان به دلیل محرومیت از امکانات درسی در تخار یک معلم جوان را وادار کرد که از هزینه شخصیش 5000 متعلم دوره ابتدایی را در 15 مکتب 4 ولسوالی ماورای کوکچه مواد درسی توزیع کند. فقر و ناداری سبب غیرحاضری شماری از دانش آموزان در مکاتب شده و او این اقدام را به هدف تشویق کودکان و اولیای شاگردان از 3 سال به این سروی دست گرفته است. او از سایر جوانان نیز می‌خواهد که کودکان یتیم و نادار محلشان را به خاطر رفتن به مکتب حمایت و تشویق کنند. 6 باب مکتب در سال 1400 و در سال 1400 هجری شمسی در مربوطات ولسوالی در قلعه خواجه بهاءالدین 12 باب مکتب را در سال گذشته در سال 1402 مربوطات ولسوالی خواجه بهاءالدین در قلعه که 3000 شاگرد و امسال به فضل و مرحمت خداوندی ما توانستیم که 5000 شاگرد را در 4 ولسوالی تحت پوشش برنامه‌های خود قرار بدهیم. بیشتر کودکان دانش آموزی که مواد درسی را دریافت کردند به بضاعت هستند و بابت دریافت این مواد درسی ابراز خرسندی میکنند. نداشتن کتابچه خلطه ایتری نداشتن، کتابشان در دستشان گرفته می آمدن، عرق دستشان می زدن در کتابشان، کتابشان خرام می شیدن، کتابشان قلم نداشتن، ایچی نداشتن، حالی کمک شیدن ما بسیار خوشحال هستیم. از سوی هم برخی متعلمان دختر از حکومت می خواهند که زمینه های بهتر آموزشی را در کشور فراهم کند و نیز دروازه مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم را باز کند.
و بعد از حکومت امارت اسلامی می خواهم که دروازه های سنوف بالاتر و صنف ششم برای دختران باز کنند تا با حجاب شرعی و طبق فرموده شریعت ادامه تحصیل نماییم و همچنان با مشکلات فراوانی از قبیل نبود تأمین مکتب، امکانات درسی، چوکی، میز، فرش، مواد درسی و غیره روبرو هستیم. توزیع مواد درسی از سوی این معلم برای شاگردان بی‌بضاعت و محروم از امکانات درسی با استقبال مسئولان برخی از ولسوالی ها روبرو شده است. جمعی که یو معلم دی مطلب یوازی دی چه دی داخل جمعیت تا داخل ملت تا داخل معرب تا خدمت کبی دسی کاس از مرخ پودسوالی که بلسوک مر نوینو او نست دی هم نو یقینی ده خدمتون دومر دیدی چه بخی دی استایلو دی ویلو ندی مر وی نس مطلب دا. زکه چې په دې پنځک د درې کال کې زه راغلی یم درې کال کې دی هر کال کې دی مطلب 2000 3000 5000 شاګردان په ټول ولایت کې دا تر کوشش لاندې نیول. این در حال است که کودکان زیاد به دلیل ضعف اقتصادی و نداشتن سرپرست از رفتن به مکتب محروم هستند و سرگرم کار و فراهم نمودن نفقه برای خانواده های خود می باشند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نورستان میگویند که پس از تحولات سیاسی در کشور تعداد بازدیدکنندگان از این ولایت افزایش یافته است. آنها دلیل افزایش سیاحین را امنیت سرتاسری و زیبایی‌های طبیعی این ولایت عنوان می‌کنند. نورستان یکی از ولایت‌های سرسبز و دارای مناظر طبیعی زیبای کشور است که پس از تحولات سیاسی و تامین امنیت سراسری توجه بیشتر سیاحین داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگویند که نسبت به سالهای گذشته 70% بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از نورستان افزایش یافته است. دو کلونی که در سیلانیانو تقریبا کشه در پخوا پرتله نو دا په یقین سره ویلی شو 100% خلق د مخکینی کلونو په حساب باندې زیات راځي سیلانیان دلته نورستان ته. عمده وجه د زیات سیلانیانو راتګ دا دی چې لنسل په سل امنیت دی او د امنیت نه دغه ټول خلک برخمن کیږي او هغه په وجه باندې سیل هم خوند کوي او چرته ځینو امنیت هم وي. برخی از باشندگان محل هم از زیبایی های این ولایت توصیف می کنند و از دولت خواهان تطبیق پروژه های انکشافی در این ولایت هستند. دوینه غوښتنه کوو خصوصا د مشرانو نه چې سیلانیان ډېر راروان دی. دا خو د ملي پارک دی زموږ د افغانستان په سطحه او باید موږ ته هوټلونه دغه کیساس کړک زموږ باید زر تر زره جوړه شي. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ نورستان می افزایند که برنامه های را برای تطبیق پروژه های انکشافی و جذب سیاحین بیشتر به این ولایت روی دست گرفتند. ادامه خبرها پس از وقفه. با خبر اقتصادی خوش آمدید. مقام های وزارت صنعت و تجارت می گویند که توافق های جدید میان افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان در زمینه توسعه روابط اقتصادی انجام شده است. نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت می افزاید که این توافق ها فرصت های جدیدی را برای توسعه تجارت و ترانزیت منطقه‌ای را برای افغانستان ایجاد می کند. مقام های بلندپایه افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان گفتگوها را در مورد توسعه روابط تجارتی و اقتصادی منطقه‌ای آغاز کردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید در این گفتگوها به توافقات در مورد رفع مشکلات تجارت و ترانزیت و ایجاد تسهیلات در کنار تلاش‌های مشترک با مقام‌های ترکمنستانی و قزاقستانی به توافق رسیدند. نورالدین عزیزی می‌افزاید این توافقات فرصت‌های جدیدی را برای توسعه تجارت و ترانزیت منطقه‌ای ایجاد می‌کند. هر سه کشور آماده به ایشه الحمدلله که روی تمامند کم کردن هزینه ها و کم کردن انتقالات، زمان انتقالات و دیگه تسهیلاتی که لازم است انشاءالله یک تیم تکنیکی از هر سه جانب آماده میشه. با گفته آقای عزیزی در دیدار با مقام‌های ترکمنستانی و قزاقی در مورد توسعه ترانزیت بین سه کشور و حل مشکلات موجود و سرمایه‌گذاری مشترک توافق شده که از سوی این سه کشور انجام خواهد شد. ما می‌خواهیم سرمایه‌گذارای ما که در آسیای میانه سرمایه‌گذاری کنین
و از طریق موافقتنامه ها باید یاره تحفظ بدیم. سرمایهشان باید مسئول باید باشه و داد و ستودشان باید مسئول باشه. سرپرست وزارت صنعت و تجارت می افزاید که در نمایشگاه مشترک افغانستان و قزاقستان دیدارهای بین سکتورهای خصوصی انجام شده و امیدوار است که پس از این روابط اقتصادی افغانستان و کشورهای آسیای میانه گسترش بیشتری نماید. نرخ اسعار و در انتهای خبر هشت هم وضعیت هوا. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر هشت. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. خدا برمی‌گردد. حامی نشر این برنامه افغان بی‌سی، سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.